بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا النجم عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. جناب آقای سید مجتبی خامنه ای، آقازاده رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، نار الله علیکم و یا الله. امروز 10 ژانویه سال 2021 هست و ما همچنان کفن پوش منتظر نشستیم که حالا به حول قوه الهی یا کرونا بیاد ما رو بخوره ببره، یا دست‌های برومرزی شما بیان ما رو بزنن بکشن تموم شه بره، و حالا یا به هر طریق دیگه بریم و سفر آخرت و دیگه اون دنیا در خدمتتون باشیم به قول قوه الهی. ولی حالا از اونجایی که به خواست خداوند ما همچنان هر روز کفن پوش منتظر شما نشستیم و هنوز زنده ایم و سرمو رو گنده، برای اینی که خب ما آرزو به دل توی گور نریم و کل آرزوهامون جامعه عمل پوشونده شده باشه و چیزی دیگه تو دلمون با خودمون تو گور نبریم، خواستم بهتون مژده بدم که بالاخره من این کتاب دومم هم که قدرت قلم در برابر سلاح‌های مرگبار هست نوشته شد، تموم شد. البته خیلی مدت‌های زیادی هستش که نوشته شده و تموم شده. زبان اولش به زبان انگلیسی بود که خب متاسفانه هیچ ادیتوری قبول نکرد، نمیدونم چرا ادیتش کنه یا مبالغ خیلی هنگفتی میخواستن. و کتاب فارسی رو هم که من همون ترجمه انگلیسی رو به فارسی انجام دادم، کپی‌رایتش ثبت شده مثل کتاب اول فارسیم در کپی‌رایت آمریکا. برای مجوز اوفک من اقدام کرده بودم تقریبا ماه سپتامبر سال گذشته، دیگه چندین ماهی گذشته که هنوز جواب ندادن، پرونده هنوز پندینگ استاتوسه، که حالا فعلا خداوند اینجوری خواستن که اون اوفک که هنوز لایسنس رو نداده به ما، منتظریم. ما دیگه تصمیم گرفتیم، گفتیم خب بالاخره اول و آخرش که ما معلوم نیستش که کی بمیریم، که به هر حال حالا تا بود ما دنبال حفظ جونمون از دست شما و ید قطاله و حاج آقا سیف و یارغالاتون بودیم که حالا اون جون سالم الحمدلله فعلا به در بردیم. ولی گفتن نداره حاج آقا جون، الان این موضوع کروناه دیگه هیچکی نمیدونه. ما هم که دیگه مثل شماها دیگه آقازاده و ژن خوب و اینا نیستیم که دکتر و دوا و درمون و واکسن و هرچی چیز خوب باشه مال ماست، که ما این گوشه نشستیم مثل میلیون ها آدم معمولی دیگه در اقصا نقاط جهان، داریم با این وضعیت اقتصادی اسفناک که یعنی فقط تو ایران نیست، همه جای دنیا همینه، همینجوری سر و کله میزنیم، روزهامونو میگذرونیم، حالا به نوعی داریم زندمانی میکنیم دیگه، ببینیم آخرش چی میشه. خلاصه که آقا مجتبی، خواستم خدمت شما بگم که ما برای اینکه دیگه این مطالبی که توی این دوتا کتاب هامون نوشتیم تو گور نبریم، این دوتا کتاب رو گفتیم به زبان فارسی در طبق اخلاص میذاریم برای تمام عزیزان فارسی زبان در اقصا نقاط جهان بتونن بخونن، چون اول و آخرش هم من دنبال درآمدزایی از داستان زندگی خودم از ایرانی ها و اینا که نبودم و الوعد وفا. این همون کتابیه که من زمانی که نامه آبان ماه سال 97 رو خدمت حاج علی آقا پدر بزرگوارتون فرستاده بودم و نوشته بودم، خدمتشون گفته بودم که تا روز قدس اگر که مثلا این 8 بند رو انجام ندین من براتون قیامت به پا میکنم و اینجوری میکنم و اونجوری میکنم، که خب درفت کتاب آماده بود، هنوز کامل نشده بود، که حالا به قول قوه الهی دیگه به ما گفتن ساکت باشو. یه اتفاقاتی افتاد که قسمت بر این بود که الان ما این کتاب رو پابلیشش کنیم. ایشالله که شما با خوندن این کتاب قشنگ عملکردهاتون و اون کارهایی که گذشته در مورد شخص خود من
و جناب آقای دکتر سرافراز کردید، قشنگ یه مروری براتون بشه. حالا درسته که ید قتاله پیغام داده بودن به آقای دکتر سرافراز به نوعی که سر قضیه حالا من و کار خود ایشون و اینا که گذشته ها گذشته و باید مثلا دیگه ول کنیم و فکر گذشته ها نباشیم، من خواستم بهتون یادآوری کنم که از اونجایی که دیگه همه مدافعین شما میگن که شما دیگه ماشاءالله هزار ماشاءالله جزو مجتهدین قوم هستین و دیگه از در دیانت و سیانت و اینا دیگه نفر اولین بعد از پدرتون، گفتم یه مقداری اصلا به این دنیا کار نداشته باشیم دیگه، ما از کوی عدالت راه آخرت با این کتاب خدمت شما عرض سلام و ادب کردیم که بگیم که آقا مجتبی ما اصلا تو این دنیا کاری به کار شما نداریم، شما که دیگه خودتون رو جانشین خدا در زمین میدونید و دیگه به حول قوه الهی این اسلام ناب محمدی که بابتش باید بیت المال بدزدید و آدمیزاد قربانی کنید و اینا، این چیزیه که میگین که خداوند شما معرفی کرده و اینا، ما خواستیم به شما بگیم که یه مقداری یه تکتیکال ایشوهایی هست بین خداوند شما و خداوند ما که خداوند ما همونطور که در آیات قرآن همین اول این ویدیو براتون خوندم یه سری وعده وعیدایی داده بودن دیگه، گفته بودن که مثلا یه روز قیامتی هست و اون روز قیامت آدم ها مثلا مسئول اعمال خودشون هستن و اینا، میخوام بگم که حالا تو اون روز قیامته به حول قوه الهی اگه قرار بشه رو زمین برگزار بشه نماینده خدا و ید الله در زمین بیاد که احوال پرسی جانانه از شما بکنه که اون دیگه اذن الهی و ما نمیدونیم خداوند چی داره در پشت پرده ها برای خودش، اونجوری باشه که ما خب هستیم در خدمتتون روی همین زمین و همین کفن پوش که باهاتون چالش کنیم و چالش هایی که شما میخواین درست کنین و ما پاسخگو باشیم و بهتون بگیم به چه دلایلی شما موارد نوشته شده تو این کتاب رو هیچ جور نمیتونید کتمان کنید. و اگرم که حالا قسمت بر این بود که خب مردیم اون دنیا دیگه تشریف آوردین و اینا در خدمتتون بودیم که من اون نوک وایسادم بهتون بگم که خب آقا مجتبی گیرم که بعد از این که من کتابم پابلیش شد روی زمین و شما اومدید و گفتید که آقا من اصلا اطلاع نداشتم که این آقای تائب چه کارها کردن چه کارها نکردن، اونجا من از شما سوال میکنم مگه 20 سال شما دوست صمیمی آقای محمد سرافراز نبودید؟ چرا وقتی بحث فسادهای مالی اومد وسط شما بین آقای سرافراز و حاج تائب آقای تائب رو انتخاب کردید؟ بعد دوباره میخواید بگید که اطلاع نداشتیم ما نمیدونستیم، نه آقای سرافراز یه اشتباهاتی شد و تائب به ما اطلاعات اشتباه و اینا میداد. من دوباره خدمتتون میگم که خب مگه بر سر پرونده محمود سیف من خودم با شما ملاقات حضوری نداشتم؟ من نگفته بودم که جلوی فساد مالی رو بگیرید. خیلی خب، حالا آقای سرافراز و آقای طاهب اطلاعات اشتباه بهتون دادن، فساد مالی تو سازمان رو حالا از طریق خانواده حداد عادل یعنی خانواده همسر گرامیتون برادر خانمتون فرید خان و اون باجناقتون روح الله خان رحمانی شما اصلا اطلاع نداشتین مثلا این توسکا و اینا، یعنی من کلا دارم میگم که شما به هر راهی که بخواید برید به هیچ جا نمیرسید در اون دنیا. حالا فرض رو بر این بذاریم که تو این دنیا شما الان اومدی و میبینی که خیلی خوب حالا این پرونده اعمالت، البته این پرونده اعمالی که دارم میگم آقا مجتبی جون این فقط مربوط به شخص شهرزاد میرقلی خان و تجارب شخصی من با شماست و نوچه هاتونا چل دزد بغداد، این فقط تجارب شخصی منه، بماند که حالا چقدر ما بندگان پاک دست و خوبانی در جمهوری اسلامی ایران همین الان زیر پرچم دیکتاتوری شما داریم ولا حتی در سپاه که خب اونا هم خب هر کدومشون به هر حال خودشون چیزای دیگه میدونن دیگه، بعد اگر که شما بخواین همه اینا رو کتمان کنین یا الان بخواین بیاین به خاطر اینکه این صندلی کرسی رهبری الان آماده است براتون، البته من اطلاع دارم پدر حالشون اصلا خوب نیست و ما منتظریم که حالا ببینیم که ایشون کی دار فانی رو به دام میگن و دنیا خدمتشون برسیم، ما میدونیم که شما منتظری، تنها راهت این مونه که آقا بیای بری تو رسانه ملی. آقا مجتبی جون شما باید بری تو رسانه ملی
هر یک خط این کتاب و هر موضوعی که من در این کتاب در خصوص تجارب شخصی خودم در سازمان صدا و سیما و مبارزه با فساد اقتصادی و شما نوشتم و اینا رو بگی که آقا اصلا یه همچی چیزی نیست و من اصلا دنبال کرسی رهبری در ایران نیستم. من یک آیت اللهی هستم که توی حوزه علمی قوم فقط دوست دارم تو قار برم بشینم درس اجتهاد و اینا بخونم. اصلا و ابدا به کار حکومت و نظام من نه تا حالا کار داشتم نه کار دارم. تنها راه حل شما برای اینکه مبارزه کنی یا بخوای یه حرکتی رو این کتاب انجام بدی اینه. هر کار دیگه هم که بخوای بکنی که مهم نیست. حالا کتابم که اومد بیرون، البته من که میگم چیز خیلی مهمی نیست، ولی حالا شما ها چون یه مقدار اینجا یه مقدار خالیه، به هر حال ممکنه حالا دست به اقداماتی بخواید بزنید و اینا، برای من که اصلا مهم نیست، قطعا برای آقای دکتر سرافراز هم که مهم نیست. این پرونده اعمال شما، حالا دیگه آماده باشید اگه تو این دنیا میخواییم رهبر شین که آقا جون با اجازتون ما تو گورمونم بخوابیم همینجور کفن پوش. ما دیگه به اندازه کافی اینجا نوشتیم که از 85 میلیون جمعیت ایران بگو حالا 10 میلیونشون رهروان شما علی بابا و چل دزد بغداد باشن. 75 میلیون شما این انتخابات تو هر جوری دلت میخواد مهندسی کن. این قالبافو کردین رئیس مجلس. اصلا دیگه تعداد گافا خیلی زیاده روی این دوتا کتاب که بخونه خود شما متوجه میشین که خب یکی که بیرون گود شما رو دیده چه چیزایی رو دیده. کارهایی که حسین طائب دادین بکنه. آقا مجتبی اینا دیگه چیزایی نیستش که شما بتونی حتی در سطح بین الملل بخوای بیای بگی که آقا نبوده یه همچی چیزی واقعیت نداره. و من به شما گارانتی میکنم که با این وضعیت، ببین من تو گورم هم برم، یعنی قراره حالا بسوزوننم، خاکستر هم که بشم، خب شما رهبر آینده ایران نمیتوانی بشوی و سلام شد تمام. حالا ملت فرهیخته شاهد پرور ایران عزیز من باید بیان برن یه فکر کنم برای خودشون یه رهبری انتخاب کنم. با رهبری خواستید که بیاد مبارزه با فساد بکنه و این پولایی که فرستادین تو کشورهای خارجی همه رو بیاره و هزینه کنه ایران رو آباد کنه، به جای اینکه پولا رو از ایران بدزدن برن کشورهای دیگر رو آباد کنن و بعد ایرانی ها رو بزنن بکشن، خارجی ها همه فقط میان جلو تریبیون یه 4 تا بیانیه میدن، ایران رو محکوم میکنن، میرن اون پشت میشینن میگن آقا شما این پولا رو به ما بده، ما کاری نداریم، بزن بکش، هر کاری میخوای بکنی بکن، شما برون مرزی میخوای بتره کنی بتره کن، داخلی میخوای ملت رو نابود کنی نابود کن. اصلا واسه ما ملت ایران مهم نیستن که. شما تا زمانی که میتونی پول و سرمایه ملی اون تیک گوشت لخمه مملکت ایران رو به ما بدی، هر کاری هم میخوای بکنی ما 4 تا بیانیه میدیم، شما جدی نگیر، کار خودتو بکن ما پشتتیم. خب حالا اگه ملت ایران همین وضعیت رو میخوان که خب شما که دیگه قطعا با این کتاب من مطمئنم رهبر نمیتونی بشی، منم نمیخوان، اصلا معلوم نیست من تو اون موقع زنده باشم یا نباشم از دست شما ها یا کرونا یا هر چیزی، الله اعلم. باید ببینن که آقا آپشنه دیگه کیو دارن. آقا مجتبی من اصلا هیچ جور نمیفهمم ما چرا باید با کشورهای مختلف دشمنی داشته باشیم، چرا ما همش آقا این اسلامی که شما میگین، اصلا کاری ندارم حالا چه اسلامی که شما میگین چه دین مسیحیتی که خیلی مسیحیهای تندرو میگن چه یهودیان تندرو، من کلا با همه ادیان تندرو مشکل دارم کلا، چون میخوام بگم که آقا شماها هیچ کدومتون نماینده خدا روی زمین نیستید. بعد تمام این جنگ و خونریزیایی که راه میندازین به نام خدا به کام شماست، چون شما اگر ذره‌ای به قیامت اعتقاد داشتید، اگر یک اپسیلون یک نوک سوزن شما به قیامت اعتقاد داشتید، اعتقاد داشتید که اصلا خدایی وجود داره و شما مسئولید بابت اعمالی که میکنید، خب هیچ کدوم این کارا رو نمیکردین که، دنیا دیگه گل و بلبل بود. یعنی من میخوام به شما بگم آقا مجتبی این ایدئولوژی شما که آیه امام زمان میاد و مکه و چه میدونم بیت المقدس رو با هم دیگه فتح میکنیم و چه میدونم حکومت جهانی خواهید داشت و فلان و بیسار اینا، اینا همش یک مش خزعبلاته که سرهم کردین مثلا هم دیگه
که حالا به این بهانه بریم کشور گشایی کنیم، قدرت این این صندلی کرسی قدرت بشینیم بشینیم دیگه. وگرنه که شما چیکار کردیم واسه ملت؟ الان شما ببین طی 15 سال گذشته که خیلی از کارهای کلیدی علل خصوص مهندسی انتخابات ریاست جمهوری، مهندسی انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی هر مجلسی که دارین، اینا که شما نقش داشتیم، مملکت به کدوم سمت رفته؟ الان با این تحریم هایی که روی ایران گذاشتن کی داره مصیبت میکشه؟ ما ایرانیان و ملت ایران، چه داخل ایران چه خارج ایران. وگرنه برای شما امثال سیف، نوچه هاتون مثل سیف، حالا سیفو کردین تو زندان یه 4-5 تا دیگه در آوردین جاش بکاپ داشته اون، به هر حال مثلا اینا شما اصلا راه پول در آوردنتون تو این تحریم هست. اون آقای ترامپ خله اومد یه گالمه اولدورم بولدورم کرد و این سردار سلیمانی شما رو هم زدن و اینو زدن و اونو زدن و فلان و بیسار اینا. ببین الان چه بلاهایی داره سرش میاد، آخر آخرش هم سر چیه؟ همش بازی پوله. میدونی چرا؟ چون ترامپ مثل یه بچه 4 ساله بود که اومد تو دنیای سیاست، یه بچه لوس نونور 4 ساله پولدار، بچه پولدار اومد تو دنیای سیاست، هرچی اومدن این مشاورا بهش بگن آقا این کار نکن اون کار نکن، لج باز یه دنده نمم میکنم. ولی این بنده خدا اصلا نفهمید که بابا اصلا نظام سرمایه داری که حالا یه مش ترند دارن میرن این ورانور میگن گلوبالیسم و فلان بیسار اینا، نظام سرمایه داری بر پایه اینه که آقا 9 تا آدم گردن کلوف نشستن اون بالا، یه میزه گردی دارن، کل دنیا رو خودشون دارن کنترل میکنن. ما هم حالا داریم به شما میگیم که مثلا تحریم، ترامپ با این همه اولدورم بولدورم شومد این همه تحریم گذاشت، مثلا شما چیزایی که میخواستین تهیه نکردین، مثلا کشورهای اروپایی اصلا با شما همکاری نکردن، هیچ کشوری با شما همکاری نکرد، مثلا توییتر این یکی خدا وکیلی توییتر دیگه 800 تا سور زده به تمام سوشال میدیاهای دیگه، توییتر حساب به ترامپ بست، ولی حالا شمایی که مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر چندم اسرائیل و فلان و بیسار اینا، این همه نفرت و کینه ورزی پخش میکنید و توییتر اصلا کاری بهتون نداره. وقت شما بیاین به من بگین که نه اینا همش جنگ زرگری نیست، ما که بچه نیستیم که. بعد از اون وقت میگین آمریکا دشمن ماست. آقا مجتبی من اصلا کاری به هیچ احدی تو ایران الان غیر از شما ندارم. شما مگه نمیگین همه بیام تو خیابون بگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل فلان و بیسار اینا؟ برای چی داماده با جناق خود شما تحصیل کرده آمریکاست؟ چرا تو شرکت مایکروسافت کار میکرد همین آقای روح الله رحمانی؟ دختره آقای حداد عادل هم آمریکا رفته و تحصیل کرد، چطور تحصیلات آمریکا خوبه؟ البته فقط برای بچه های شما، بچه های نخبه های ایرانی که یا با 1000 بدبختی باید بیان برن اگه بتونن مثلا دانشگاه صنعت شریف از اون کنکور بگذرن قبول شن و برن به یه جایی که میرسن که دیگه مغزن در میرن اگه دستشون به دهنشون برسه. بقیه جوانان هم که 1000 الله اکبر با این قاچاق مواد مخدرتون دیگه، مغزی نمیخواین شما جوانا که بتونن کاری بکنن. من میخوام به شما بگم که آقا چطور یه چیزی برای شماها خوبه؟ چطور با جناق شما باید تحصیل کرده آمریکا باشه بعد نیروهای شما بیان تو خیابونا مارش برن که آقا مرگ بر آمریکا، پرچم بسوزونی؟ اینو شما یه جور واسه ما توجیه کن. نمیشه دیگه. خلاصه که آقا مجتبی ما دیگه به عنوان یک نفر آدم، یه آدم کوچولو، یعنی یک زن کوچیک تنها، وظیفه خودمون رو به عنوان یک ایرانی انجام دادیم که شما تحت هیچ شرایطی نتونی رهبر جمهوری، رهبر این جمهوری اسلامی ایران بشی. حالا این کار ما، حالا میخوای بکشی؟ بزن بکش، ما که کفن پوشیم. میخوای بگی که مثلا کرونا بیاد منو بخونه بخوره، برو تو قم بشین تو همون چاه، نه برو تو چاه جمع کران، برو تا جای کم جا چاه کم جمع کران بشین، هی دعا کن به خدای خودت، بگو خدایا این کرونا رو بفرستین گلیخان رو بخوره تمامش کنه ببره. به هر حال من مردم هم دیگه فرقی نمیکنه دیگه، زنده موندم فرقی به حالا کسی علل قاعده برای شماها، برای شماها فرقی نخواهد داشت. من به عنوان یک زن ایرانی
آنچه که از عهدم برمی اومد انجام دادم. الانم که کفن پوش، همینجوری کفن پوش نشستم که حالا بمیریم، معنیش این نیستش که هیچ کاری نمی کنم. چون بالاخره تا زندگی ما آدم باید مفید باشه دیگه، نمیتونه زندگی انگلی جولبکی هم نیستین شما. زندگی انگلی مثل اون زندگی که شما میکنین که ما نمیتونیم بکنیم که. آقا مجتبی یه فرقی بین شیطون با فرشته هست دیگه. به هر حال دیگه نمیکنم هیچ کاری، چون میدونی ببین آقا مجتبی، من خواهد حیث قانونی باید صحبت کنم. از حیث قانونی من هیچ کار غیر قانونی نکردم. من دسترسی به شما ندارم، نامه و پامو اینام که بدیم که حالا اصلا به شما که نمیخوام بدم، باباتم که اصلا دیگه نای خوندن نداره، روزش خرابه و من الله توفیقه، نامپام اینا که فایده نداره. ما دیگه یه ویدیو ضبط کنیم که بتونیم صحبتامون رو اینجوری به شما کرده باشیم. هر کی هم هر حرفی داشت، تا وقتی ما زنده ایم خودمون هستیم. اگر هم یه موقع ملت ایران دلشون خواست یه مامان شنگول سرحال بیاد با خود بر بچه های ایران یه پارتی را بندازه و ایران رو آباد کنه و با همه کشورهای دنیا آشتی کنه و دوست باشه و صلح و صفا تو منطقه برقرار کنه و اینا، که من به شما قول شرف میدم از من هپی تر و شادتر و مهربونتر و بخشنده تر گیرشون نمیاد. اگه خواستن که ما هستیم در خدمتتون، اگرم نخواستن ما خوشیم به خوشی شما. حالا آقا مجتبی جون، برای ختم این ویدیو من با اجازتون، اگه اجازه بدین البته، میخوام فقط یه پاراگراف و دو تا دونه پاراگرافی که به پدر شما نوشته بودم توی این کتاب و سران ممالک مختلف رو بخونم که تو این ویدیو به یادگار با صدای خودم باشه، که بدونید که این کتاب هم قلم خودم بوده هم صدای خودم هم هست، که نمیدونیم حالا دو ساعت دیگه زنده ایم یا مرده. میخونم که حالا قبل از مرگ پدرتون شما حالا یا ویدیو رو بذارین یا این صفحه کتاب رو حداقل بهشون بدین که اون دنیا تشریف آوردن یه مقدار آمادگی قبلی داشته باشن، همچین با ما روبرو شدن بدونن چی باید جواب بده. خب از اینجاش براتون میخونم. وسط البته که تا زمانی که علی بابا جان به جان آفرین تسلیم نکرده و رأس 40 دزد بغداد همانا آقا مجتبی طبق نقشه های خامشان به تخت سلطنت پدر تکیه نزده، دیوار هاشا بلند است و شهرزاد یک دیوانه ساحر داستان سرا. و اما در پایان این کتاب روایت بخش دیگری از داستان زندگیم، مشتاقانه خطاب به آقای سید علی خامنه ای می نویسم: ای کاش ذره‌ای شرافت داشتید و پس از دریافت آخرین نامه ام به شما در نوامبر 2018 به جای انتخاب پسر فاسد و ستمکارتان از تا 85 ایرانی اسیر در چنگال طاغوت حمایت میکردید. ای کاش کمی شهامت داشتید تا ما مطالعه نامه های زندانم به جای حسین طائب از محمد سرفراز نامی که منتخب و منصوب خودتان بود پشتیبانی می کردید. ای کاش یک اپسیلون وجدان داشتید و در راه اسلام مندرآوردی پدران خودتان خون هزاران انسان بیگناه در ایران، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و یمن را به زمین نمی ریختید. ما که همیشه حیران مانده ایم شما مبلغ کدام خدا هستید که فقط می بایست در راه خدمت به ایشان از بیت المال دزدید و آدمیزاد قربانی کرد. مگر بنده جز رفتار انسان دوستانه، ترویج صلح با عشق و برپاداری عدالت از شما چه چیز دیگری خواسته بودم که آقازاده و خدمتکارانتان با بنده چنین کردند؟ آیا جامعه عمل پوشاندن به این درخواست‌های بنده که قطعاً درخواست میلیون‌ها انسان دیگر هم هست، برای شما که در مقام رهبری کشوری ثروتمند با قدمت تاریخی بودید کار سختی بود؟ آیا ما در ایران مردان دیگر پرکار، سخت کوش، با همت، منظم، ساده زیست، بدون از تشریفات و تجملات، پاک دست
حساس در مورد بیت المال، شجاع، دارای جسارت در تصمیم گیری، خلاق، مبتکر و نوآور چون محمد سرافراز نداشتیم؟ و با کسری منابع انسانی از این نوع مواجه بودید؟ آیا شما هم به عنوان یک مرد قدرتمند و رهبر قادرید در دادگاه‌های فدرال ابرقدرت جهان با دست خالی و پای برهنه جلوی هیئت منصفه همانطور که بنده از خود دفاع کردم از خودتان دفاع کنید؟ آیا بنده 20 سال آزگار فرصت اصلاحات به شما ندادم تا از منتها علیه کوی علی چپ لااقل سری هم به کوی عدالت بزنید؟ چه کسی مسئول این روزگار سیاه ایران و ملت ایران است؟ شهرزاد میرغلی‌خان که فقط یک مادر بود و برای ساختن فردایی بهتر برای فرزندان خود و فرزندان آن مرز و بوم مبارزه می‌کرد، یا سید علی خامنه‌ای که رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران بود؟ همچنین خطاب به تمام سیاستمداران جهان می‌نویسم. من یک زن و مادر پارسی هستم. به ایرانی بودن و تاریخ کهن و مردمان ایران زمین افتخار می کنم. نه تاریخ می دانم نه سیاست، ولی با روش زندگی خود تاریخ ساختم. نه پول و قدرت دارم و نه زور و اسلحه، ولی با قلمم حقایق را ثبت کردم و همچنان جان سالم به در بردم. پشت پرده تمام موارد سیاسی که در دو کتابم نوشتم بر هیچ یک از شما مخفی نبوده و نیست. آنچه ما بد در ایران داریم، بسیاری از شما نیز در کشور خودتان دارید. کار سیاستمداران فقط چرخاندن چرخه نظام سرمایه داری است و حقوق بشر نیز فقط گزینه است انتخابی و حقوق بشر نیز فقط گزینه انتخابی برای شماست. هر جا به صلاح و منفعت خود و کشورتان باشد، پرونده ای را باز و رسیدگی میکنید. ولی امان از آن جاهایی که پای آبرو و منافع خودتان در خطر باشد. لذا، اگرچه شهرزاد میرغلی‌خان نیست، فقط یک عدد کوچک مثل میلیاردها انسان دیگر در این زمین برای شماست، یادتان باشد که رقم او صفر نبود. روزگار صحنه تاریخ است و آیندگان در خصوص حمایت‌های پشت پرده شما از رژیم جمهوری اسلامی ایران بسیار خواهند خواند. پس چه بهتر که تا زنده ایم به حق بپردازیم و به جای به راه انداختن هزاران جنگ زرگری به منظور فروش سلاح‌های مرگبار بیشتر و مالندوزی و قدرت طلبی همین کره خاکی زمین را بهشت سازیم. کاری کنیم تا به جای نهر خون در کشورها نهر عسل روان گردد و به جای ترویج ویروس و انگل در زمین انسانیت و عشق رایج گردد. خب و اما خطاب به تمام فارسی زبانهای عزیز، جملات آخر کتاب، به عنوان ختم کلامم به تمام پارسی زبانان نازنینم در اقصا نقاط جهان میگویم: من هم بشری هستم مثل همه شما. تنها نقص فنی که تاکنون نتوانستم در این مبارزه نبرد حق علیه باطل پیروز گردم، فقدان آن دو ارزن و یک ارزن و دو خاکشیری است که در آقایان نشان مردانگی است، بوده و هست. در غیر این صورت، عرضه ورود به هر چالشی با طرفداران علی بابا و چهل دزد بغداد را دارم و تنها با حمایت و همراهی شما این پیروزی بزرگ نصیب همه دلشکستگان، مظلومان، مستمندان و انسانهای واقعی خواهد شد. اگر تا روز محاکمه سران خبیث ایران از طریق شکایت خودم به برخی دادگاه‌های بین المللی زنده بودم که فبع المراد، وگرنه هم که کتاب‌هایم باشد به عنوان تحفه‌ای از این درویش در تاریخ برای آیندگان، تا بدانند که از ماست که بر ماست و نوشدارو پس از مرگ سهراب بیفایده است. لذا پارسی را پاس دارید تا پارسی از شما پاسداری کند. اینم دیگه
حالا دیگه آقای مجتبی خامنه ای، من کارم کردم تموم شده، میرم بشینم اون گوشه ماستم و بخورم و شما هم زندگیتون کنیم، ما هم زندگیمونو میکنیم تا ببینیم آخرت کی هم دیگر رو میبینیم دیگه.